برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم. امروز میهمان برنامه ما سرکار خانم فرخنده مدرس هستند، مدیر و سردبیر ماهنامه تلاش که در آلمان منتشر می شود. این نشریه به مناسبت نزدیکی و دوستی و یاری و همیاری با آقای داریوش همایون طی سالها، به مناسبت پنجمین سال درگذشت داریوش همایون اثری منتشر کردند به نام یک زندگانی و پرسش های بیشمار، برگزیده هایی از گفتگوها با داریوش همایون. همان گونه که گفتم بانی نشر این نشریه بنیاد داریوش همایون است و ماهنامه تلاش سرکار خانم فرخنده مدرس و همسرشون. چند لحظه دیگر با ایشان گفتگو میکنیم. درست دیروز، در واقع دیشب، پنجمین سال درگذشت داریوش همایون بود. من دو بار با داریوش همایون افتخار همکاری داشتم. نخست در 21 سالگی که لیسانس زبان انگلیسی رو گرفته بودم، البته زبان انگلیسی به رسم ایران، و در روزنامه اطلاعات زیر دست ایشون در بخش ترجمه اخبار کار میکردم، و سپس در آیندگان که در سال 1346 ایشون راه اندازی کردند، بنده باز به سمت مترجم مقالات و آنگاه مدتی هم سردبیر آیندگان بودم. اجازه بدید خدمت سرکار خانم فرخنده مدرس در هامبورگ عرض سلام کنم. خانم مدرس گرامی، درود بر شما. سلام عرض میکنم آقای مهری، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بر خدمت بینندگان عزیز هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون ازتون، ممنون که اجازه دادین که در باب این کتاب با شما گفتگو کنیم. کتاب یک زندگانی و پرسش های بیشمار، در واقع برگزیده هایی است از گفتگوهای مفصل با آقای داریوش همایون. اجازه بدید بگم که این کتاب چند صفحه است. کتاب فکر میکنم بیش از 600 صفحه است. نخیر، 592 صفحه است. بله. چه شد که تصمیم گرفتین خانم مدرس چنین اثری منتشر کنید؟ در واقع آقای مهری، ما از بعد از درگذشت آقای همایون، بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه خواهی رو تأسیس کردیم. در هامبورگ آلمان به ثبت رسید به نام ایشون، و از همون موقع ما در حقیقت وظیفه گردآوری و تجدید نشر آثار آقای همایون رو پیش پای خودمون قرار دادیم و به طور منظم به این کار پرداختیم، و این آخرین البته نیست، ولی در واقع این کتاب مجموعه ای از برگزیده هایی است از بسیار بسیار زیاد مصاحبه هایی که دیگران، افراد دیگر، الان خدمتون عرض میکنم، با آقای همایون داشتن. و چون طبیعتاً ما این وظیفه رو برای خودمون قائل بودیم که آثار ایشون رو به تدریج منتشر بکنیم، طبیعتاً بعد از انتشار مجموع مقاله های دیگری از ایشون تحت عنوان گفتمان نسل چهارم، کتاب بعدیشون طبیعتاً این مجموعه مصاحبه ها بود که باید منتشر می شود. این برگزیده ها البته از مجموعه خیلی بیشتر از مصاحبه ها بود که انتخاب کردیم و
خدمت خوانندگان و علاقمندان نظرات ایشون عرضه کردیم و جزئی از وظایفی بود که بنیاد در واقع به عهده گرفته بود. عرض کردم که مصاحبه های دیگرون با ایشون، برای اینکه مجموعه ای از مصاحبه ها، یعنی کل مصاحبه هایی که خود من در طول تقریبا 2 دهه فعالیت همکاری در کنار ایشون بودن با ایشون داشتم، در یک جلد دیگه تحت عنوان در جستجوی پاسخ جلد دفتر نخست با ایشون بود که اون رو هم بلا فاصله بعد از درگذشت ایشون در همون سال 2012 در واقع منتشر کرد. چه یه سالهای فرمودید 20 سال با ایشون همکاری داشتید، داریوش همایون رو چگونه دیدین؟ هم به عنوان یک انسان، هم به عنوان یک روزنامه‌نگار و سیاستمدار. به هر حال از لحاظ ارزیابی شخصی به نظر من از لحاظ کاراکتری شخصیت برجسته‌ای بودن، از لحاظ انسانی بسیار انسان فرهیخته، بسیار انسان متواضع و انسان فوق‌العاده اجتماعی، نه از لحاظ اینکه دارای تفکر اجتماعی و نه این سر جای خودش، ولی انسانی بود، انسانی که بخش بزرگی از حیاتشون در صرف برقراری رابطه با افراد دیگه، روح‌های دیگه، بدون جامعه، بدون انسان‌های دیگه ایشون نمیتونستن به نظر من زندگی کنن، هرچند که در زندگی فردی و شخصی خودشون به هر حال زمان‌ها و ساعت‌های تنهایی زیادی رو صرف می‌کردن برای زندگی اجتماعیشون، برای کارهای فکریشون و برای هر کسی که کار فکری می‌کنه یا ضروری حیاتیه، ولی ایشون بدون ارتباط با جامعه، بدون ارتباط با انسان‌های دیگه در واقع نمی‌تونستن گذران زندگی بکنن و در مقابل انسان‌های دیگه بسیار بسیار وارسته بودن و به هر حال تا اونجایی که من بیشتر تو ارتباطات سیاسی با ایشون آشنایی، ارتباطات اجتماعی با ایشون آشنایی داشتم، حقیقتاً تحت تأثیر رفتار ایشون در مقابل افراد دیگه قرار گرفتن، روی خود من تأثیر فوق‌العاده زیادی داشتن، لحاظ شخصی، لحاظ رفتار فرهنگی، اجتماعی، منش آزادی خواهانه، بلند نظری، سه صد، خیلی انسان صبور و شکیبایی بودن، تأثیرات مثبتی داشتن. من فکر میکنم شما خودتون بهتر از من با آقای همایون بیشتر تماس شخصی داشتید و بهتر از من میشناسید، ولی در حوزه روزنامه نگاری که البته من فقط محدودش نمی کنم به روزنامه نگاری و بیشتر روزنامه نگاری سیاسی رو به ارزیابی می کنم و بعد در به خصوص در سالهای آخر عمرشون، شاید 10 سال آخر عمرشون، به عبارتی روزنامه نگاری بودن که باید بهشون گفت روزنامه نگار اهل نظر، یعنی تو حوزه سیاست مسائلی رو مطرح میکردم که ابعاد بسیار بسیار عمیق‌تری از حوزه سیاست روز و مسائل سیاسی صرف، اونچه که ما به عنوان شخصا خود من که خودم رو به عنوان فعال سیاسی میشناسم باهاش برخورد داشتیم، برداشت میکردیم، در لایه‌های بسیار بسیار عمیق‌تر و در ارتباطات مسائل خیلی خیلی فراتر و بیشتری موضوعات رو به صورت ایده ها و نظرات فکری ارائه می دادم و از این نظر شخصیت برجسته‌ای بودن. به هر صورت الان دیگه نیستم و از این بابت هنوز ما نتونستیم بعد 5 سال با این فکر کنار بیاییم. همچنین بله بله خانم فرخنده، تا اونجا که شما اطلاع دارین سبب فوت ایشون چه شد؟ اون اتفاقی که براشون افتاد؟ ما
جریان روایت قضیه رو در حقیقت از افراد خانوادهشون شنیدیم، خانم هما زاهدی و خواهر گرامیشون خانم ژینوس همایون. ایشون ظاهرا از که رفته بودن زیر زمین منزلشون کتاب بیارن و روی پله ها میخورن زمین، بعد منتقلشون میکنن بیمارستان، در اثر عمل جراحی توی کما میرن و در واقع باعث ایجاد لخته به لحاظ پزشکی من نمیدونم به صورت ایجاد میشه و دیگه از کما بیرون نمیان، بهوش نمیان و فوت میکنن. مرگ نابهنگام بود با اینکه خب به هر حال ایشون 83 سالشون بود، ولی برای بسیاری از دوستان و دوستدارانشون این درگذشت بسیار بسیار نابهنگام بود و بسیاری شوکه شدن از شنیدن این خبر. بهشون نمی آمد یعنی خیلی جوانتر از سنشون بودن و من احساس می کردم که برنامه های زیادی برای آینده دارن، درست میگم؟ به نظر من می آمد که یعنی برداشت انسان از نوع رفتار ایشون، به قول معروف اون نگرششون، صحبتهاشون، به نظرم می اومد که هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روز زندگیشون به انتها خواهد رسید. هنوز برنامه های بسیار زیادی داشتن. واقعا دریق. دریق خیلی بند. بفرمین که یکی از تلاش های وقف ناپذیر آقای داریوش همایون، به خصوص از زمانی که به سوئیس رفتند، کوشش برای نزدیک کردن گروه ها بود. بله. و ایشون بین گروه ها یا مقبول یا محبوب بودند به نظر من، و خیلی هم کوشش کردن برای این کار. شما بیشتر در جریان هستین که در اروپایی. بله، ایشون واقعیته که سالهای زیادی از زندگیشون رو از نظر حوزه کار، فعالیت تشکیلاتی تو دو حوزه خیلی صرف کردن. البته به طور موازی آقای همایون یک کار نظری، فکری، سیاسی به صورت نوشتاری و گفتاری انجام میدادن. یه به موازات اون کار فعالیت‌های تشکیلاتی و سیاسی. بخشی از این کار فعالیت های تشکیلاتی سیاسی در حوزه تشکیل یک حزب راست میانه بود، همون حزب مشروطه ایران، و فعالیت وسیع دیگه ایشون تلاشی بود که به خصوص در ده ساله اولی که ما ایشون رو شناختیم، حالا البته حتما قبلش هم بود، ولی اوجش فکر میکنم همون دهه اول آشنایی ما با ایشون بود. ایشون خیلی سعی کردن بر محور اتحاد میان نیروهایی که در تبعید به سر می بردن زمینه های گسترده رو فراهم بکنن، مبانی رو در واقع بگذارن و به لحاظ عملی هم فعالیت زیاد کردن، ارتباطات گروهی با سازمان های مختلف، انجمن های گوناگون، احزاب سیاسی که تو خارج کشور به سر می بردن، ولی چندان به نتیجه نرسید. و 10 سال، شاید بتونم بگم 10 سال بعد رو بیشتر سعی کردن که مبانی فکری و اصول سیاسی یک جامعه مدرن، یک جامعه سیاسی دموکرات رو در واقع به صورت نظریه های افکاری ارائه بکنن و در نوشته های مختلفشون هر وقت فرصتی فراهم می شد زمینه بود مطرح کنن. دهه آخر عمرشون، شاید 15 سال آخر عمرشون، خیلی به این مضامین مشغول بودن و ادبیات بسیار ارزشمندی رو تو این حوزه ها تونستن بدن که توی این مجموعه آثاری که ما همینجور به ترتیب چاپ میکنیم میاد، هر کسی که علاقه داشته باشه و به طور منظم و پیگیر آثار آقای همایون رو، نوشته هاشون رو، به صورت یه فرد روزنامه‌گار طبیعتاً مطالب رو به صورت رساله و مقاله های جدا از هم میشنه و اینا رو وقتی انسان
به طور منظم پی در پی در کنار هم مطالعه میکنه، به دقت میخونه، به جرفای فکر پی میبره، اصول واقعیت، یک اصول قشر برای قشر سیاسی و فعال یک جامعه مدرن، جامعه سیاسی مدرن، اصول بسیار بسیار تأمل برانگیزی داره، بسیار آموزنده است. من از همون زمان که ایشون وزیر شدند، البته اون موقع در فرانسه من بودم، همه جا می گفتم که داریوش همایون با سوادترین در میان وزیران است. و واقعا شما می دانید که ایشون چقدر می خواندند در همه رشته ها. ایشون وقتی درباره شعر سخن می گفتند مثل اینکه واقعا یکی از رؤسای انجمن های ادبی هستند. و همچنین وقتی راجع به غذا صحبت میکردن اونا فکر میکرد یه دونه آشپز با 5 ستاره. بله، همیشه از فرهنگ غذایی ایران تمجید میکردند و غذایی که خیلی بهش علاقه داشتن آشی بود مرکب از دانه ها. بله که یک بار همون زمان که در رأس آیندگان بودند برای ایشون ترتیب دادیم ما، که آقای دکتر زرینکوب، مرحوم دکتر زرینکوب هم حضور داشتن چون با هم خیلی دوست بودن. ولی الان سوال من این است که آثار آقای همایون در دوران تبعید کدامین است؟ میدونم که قبل از تبعید یه ترجمه‌ای داشتن درباره به نظرم اسکندر. ما متاسفانه فرصتی نشد که هیچ وقت راجع به آثاری که قبل از در واقع در ایران ایشون منتشر کردن با هم دیگه صحبت کنیم. هر از گاهی اینجا و اونجا، به خصوص در این کتاب من و روزگارم که خاطرات آقای همایون هست، اشاراتی کردن، به خصوص اون دورهایی که دست به کار ترجمه می‌زدن و تو اون موقع، ولی هیچ وقت به طور صریح راجع به این موضوع اینقدر گرفتار مسائل روز بودیم و موقعیت ایران و مسائل سیاسی ایران بهش رفت، نه ایشون علاقه داشتن به گذشته برگردن و ما اینقدر به لحاظ ذهنی و تجربه اینقدر فرصت پیدا می کردیم که برگردیم و سوالهای نسبت به گذشته بکنیم. ولی آثاری رو که در واقع بعد از انقلاب و در دوران تبعیدشون دادن، خب سه کتاب اولیه‌شون رو که دیروز و فرداست، بیرون از تاریخ و نگاه از بیرونه و گذر از تاریخ، این سه تا کتاب رو قبل از آشنایی با ما دوستان به یاری دوستان و دوستدارانشون منتشر کرده بودن. از اون به بعد هر کتابی که ایشون، مجموعه آثاری که داشتن و منتشر شد، یا به توسط نشر تلاش بود که منتشر شد و بعدش هم که بعد از درگذشت هم که خدمتتون عرض کردم بنیاد تأسیس شد، این وظیفه نشر تلاش رو در واقع نشر بنیاد به عهده گرفت و باقی آثار ایشون رو در واقع نشر بنیاد منتشر کرد. از زمان آشنایی ما و انتشارات تلاش، در واقع اولین کتابی که منتشر شد از ایشون، 100 سال کشاکش و تجددی که خب حتما آشنایی دارید، مجموعه ای از 4 بار من دربارش مصاحبه کردم باش. بله، بسیار بسیار مصاحبه های ارزشمندی هستن که توی همین کتاب آخر، یعنی یک زندگانی و پرسش های بیشمار، در واقع مصاحبه های شما در رابطه با کتاب 100 سال کشاکش در این کتاب اومده. ضمناً من خدمتتون بگم که این کتاب در حقیقت 1/3 متعلق به مصاحبه های زیبای شما با آقای همایون هست و ما از این بابت خیلی خوشحالیم که این اقبال رو داشتیم که مصاحبه های شما رو هم در این کتاب بیاریم و منتشر بکنیم. کتاب بعدی رو که ما منتشر کردیم از آقای همایون، کتاب 1000 واژه است. بعد از اون کتاب رساله های 1003 و رساله های مجموع رساله های در حوزه سیاست و فرهنگ و ادب
و تاریخ که منتشر کردیم و بعد از اون من روزگارم. من و روزگارم، البته من و روزگارم که اون مجموع مصاحبه هایی بود که بخش بزرگیش به همت آقای امیر حسینی و مصاحبه با آقای همایون تنظیم شد، تدوین شد، تهیه شد و بعد این کتاب رو ما به مناسبت مراسم بزرگ داشته 80 سالگی ایشون به اصرار و فشار چاپ کردیم و در اون شب مراسم در واقع تقدیم خوانندگان ایشون کردیم. هدفتون از اون مراسم چی بود؟ مراسم 80 سالگی آقای همایون، تمام کوشش ها از سوی شما بود به نظرم. بله دیگه، برگزار کننده مجموعه فرهنگی سیاسی تلاش بود. بله. در حقیقت میدونید برای ما آقای همایون بزرگترین شخصیتی بودند که تو تمام دوران زندگیمون شناخته بودیم، البته به این معنا که در یک حوزه معینی. من نمیخوام بگم که مثلا فرض بفرمایید در حوزه اندیشه، تاریخ و فلسفه ما شخصیت های برجسته‌ای داریم، حقیقتا شخصیت هایی که ایران باید به خودش ببالد داشتن اینها، ولی برای ما آقای همایون یک ویژگی داشتن. آقای همایون اهل سیاستگر اهل نظر بودن، یا اهل نظری بودن که در سیاست و سیاستگری، سیاست روز مشارکت داشتن، دخالت داشتن، به قول خودشون جمله معروفشون در عمل بود که برای عمل می اندیشیدن. این ویژگی شخصیت ایشون به نظر من تا حدود زیادی یگانه بود برای ما و برای مایی که فعال سیاسی بودیم، برای ما حوزه فعالیت سیاسی روز بسیار تعیین کننده و مهم بود. اصولی رو که راهنمای عمل باید می شد ایشون با زبردستی، با توانمندی بسیار ارائه می دادن و برای ما بسیار مهم بود که از لحاظ سیاسی ایشون روی بر محور ایران واسطه بودن و این به ما خیلی کمک می کرد که در انتخاب راه سیاسی، تاکتیک سیاسی هیچ وقت مسیر رو گم نکنیم و به بیره های دوباره‌ای که در واقع پشت سر گذاشته بودیم قبل از انقلاب نیفتیم. از این زاویه برحال برای ما شخصیت ایشون برجسته بود و همیشه سعی کردیم در رفتار خودمون، در فعالیت های خودمون این رو به عینه نشون بدیم. مراسم بزرگ داشتم در واقع از طرف ما حق ایشون بود، باید انجام میشد. ایشون بزرگ بودن، باید بزرگ داشته می شدن. خب از اون اجلاسی که برپا شد به مناسبت 80مین سال آقای همایون، خودشون آیا چه برداشتی داشتن؟ راضی بودن از اظهار نظرهای گوناگون؟ البته ایشون میدونید که آدم بسیار متواضعی بودن، از تعریف دیگران در مورد خودشون زیاد خوششون نمی اومد، ولی اصلا مهم نیست که ایشون خوششون می اومد یا خوششون نمی اومد. به هر حال مراسمی برگزار شد که ایشون تو جریانش بودن، مهمانانی که اونجا دعوت شده بودن، البته شما هم دعوت شدید ولی متاسفانه حضور نداشتید و به انتخاب 50% انتخاب خودشون بود، 50% هم به انتخاب ما که برگزار کننده بودیم و مجموعاً چهرهشون نشون میداد که راضی هستن. ولی دوستانی بعداً از دوستان چپ ایشون یه خود موضوع رو به نظر من آشوب کردن، صحبت اینو کردن که حالا شما رو پرستیدن، امامزاده کردن از این صحبت‌ها. بعد یه خود از این مسئله مثل این که کدر بودن از این تعریف‌هایی که از ایشون شده بود. ولی به هر حال دوستانی که اونجا صحبت کردن، حضور داشتن و بیشتر از همه هم خود من صحبت کردن، شاید هنوز هم نتونستن اون قدر مسئله رو بیان کنن. ایشون خوب بسیار فروتن بودن در مورد خودشون. خانم مدرس، آقای همایون همواره در گفتگوهای خصوصی میگفتن ما فرزندان دوره رضا شاه بودیم. بله، فکر میکنم 15-16 سالشون بوده که رضا شاه از ایران تبعید شد. درست. و بفرمایید که نظرات او
در باب اصولا رژیم پهلوی چه بود؟ چون به هر حال ایشون وزیر اون دوران هم بودن. بله ببینید، راجع به مسئله رضا شاه تا افراد در واقع احساس عاطفی، پیوند عاطفی و اندیشه های آقای همایون، چون اینا همه مراحل مختلف ارتباط یک فرد با کشور خودش، سرزمین مادریشه، تا این مراحل مختلف رو بهش توجه نکنن شاید نتونن از درک آقای همایون از رضا شاه برداشت درستی داشته باشن. مسئله این رژیم، اون رژیم، این دولت، اون دولت نیست. مسئله برای آقای همایون ایران و دولت ایرانه، نه رژیم پهلوی، نه رژیم جمهوری اسلامی، نه رژیم قاجار یا هر رژیم دیگه. شما یه سرزمینی دارید، این سرزمین به عنوان یک کشور با ملتش، با نظام فرمانرواییش، دولتش معنا پیدا میکنه. بدون این سه تا رکن طبیعتا ایران معنا نداشت و آقای همایون این مجموعه رو همراه با هم میدید، ایران به عنوان یک کشور، یک ملت. طبیعتا ما در طول تاریخ خودمون درگیری های بسیاری با رژیم ها، حکومت ها داشتیم، ولی همواره آقای همایون به دنبال اون نظام سیاسی، نظام فرمانروایی بودن که بتونه به بهترین شکل ایران رو به صورت قدرتمندی بر پای خودش استوار بکنه. خب ما تاریخ دوران قاجار رو میشناسیم، میدونیم کم و بیش، حالا به لحاظ سیاسی من نمیخوام بگم خیلی عمیق جامعه ایران به اون تاریخ ها وارده، به اون شرایط اجتماعی وارده، نه، ولی میدونیم که چه شرایط از هم گسیخته بود ایران به معنای یک کشور، یک به معنای واقعی در حال اضمحلال بود. بعد انقلاب مشروطه پیش میاد که ایده های نابی برای بازسازی ایران به عنوان یک کشور، یک ملت مطرح میشه. از سیستم های عقب افتاده عشیره‌ای، قبیله‌ای میاد به صورت یه میخواد تازه به لحاظ ایده سیاسی کشور دولت ملت بشه، خودشو مطرح بکنه توی آغاز قرن بیستون. و خب مشروطه خان با موانع و مشکلات بسیاری مواجه بودن که بیشترین مشکل اونها عدم در واقع یک ساختار و نظام و نهاد عینی برای یک کشور به معنای کشور بود. و رضا شاه برای آقای همایون و برای خیلی از ماها که بعداً با این دوره آشنا شدیم، رضا شاه با اقتداری که داشت، البته تنها رضا شاه نبود، یک مجموعه گسترده ای از روشنفکرها، انتلکتوالا، سیاستمداران و رجل ایرانی بودند که در واقع توی دوره کوتاهی اولین پایه ها و زیر ساخت هایی رو برای به وجود اومدن یک دولت ملت به معنای مدرنش، جدیدش فراهم کردن. به همین خاطر برداشتی که اون بچه های رضا شاهی، بچه هایی که در واقع دوران نوجوانیشون رو با این ایران در حال تحول در واقع برخورد داشتن و تجربه کرده بودن، هیچ وقت از زیر سایه این دوران پر اهمیت تاریخی برای ایران بیرون نیومدن که به نظر من حق هم داشتن. برداشت آقای همایون نسبت به رضا، دوره رضا شاه این بود. اما اصولا نگاهشون به نظام پهلوی با همه کماکاستی هایی که به هر حال ایراد هایی که وارد بود و ایشون هم در واقع این سالهای اخیر چیزی باقی نذاشتن که پنهان نکردن، همه چی رو به آشکاری به درستی بیان کردن، ولی در نهایت رژیم پهلوی رو، نظام پهلوی رو یا سلسله پهلوی رو ادامه انقلاب مشروطه میدونستن، دوره مشروطه میدونستن به عبارتی. اگه خاطرتون باشه این اواخر سالهای آخر فکر میکنم تا
دو سال آخر عمرشون بود که مسئله فلسفی حکومت رو مطرح کردن. از تو مصاحبه های خود من با ایشون موجوده و ایشون اونجا من اصرار میکنم که فلسفه حکومت چیه و نسبت فلسفه حکومت با رابطش با دولت جمهوری اسلامی و دولت پهلوی تفاوتاش در چیه. ایشون نظرشون بر این بود که در واقع فلسفه حکومت که در قانون اساسی نظام های جدید در واقع تدوین شده و ارائه میشه، در نظام پهلوی فلسفه درستی بود، همون فلسفه حکومت مشروطه بود. رژیم محمد رضا شاه، اگر دوران رضا شاه دوران ویژه‌ای بود، اقتداری برای ایجاد زیرساخت‌ها و نهادها لازم بود و اون اقتدار خب در جامعه ای وجود نداشت که اون رو کنترل بکنه. جامعه به معنای یک نیروی مستقل وجود نداشت. هنوز ایران ساختار جامعه چیز مدنیش به اون شکل نگرفته بود. خب اون اقتدار خیلی راحت تبدیل به استبداد شد و ولی موضوع سر این نبود، اون چه که دستاورد بود اهمیت داشت. ولی در دوره محمد رضا شاه پهلوی نظر آقای همایون این بود که محمد رضا شاه اگر اراده میکرد باز میگشت به قانون اساسی مشروطه، فلسفهش اونجا درست بود و میتونست اون فلسفه رو در خدمت قوام و دوام و رشد و توسعه ایران به کار بره. و بعد بحث فلسفه حکومت جمهوری اسلامی که اساساً فلسفه درستی نیست، حالا بحث مفصل دیگه این رو ما نمیخواد وارد بشیم، چون سوال فرمودید که نظرشون نسبت به رژیم پهلوی چی بود و خودشون هم جزء اون دستگاه میدونستن، وفادار بودن به اون دستگاه و اساساً من سعی کردم تفکیک بکنم یه برخوردشون به دوره رضا شاه و برخوردشون به دوره محمد رضا شاه، ولی در نهایت کل این دوره رو ادامه دوره مشروطه ایران میدونستن با فلسفه حکومتی که در قانون اساسی مشروطه اومد. خیلی ممنون. خانم مدرس، هیچ وقت پیش آمد که با آقای همایون درباره علت یا علل انقلاب اسلامی صحبت بکنید؟ نظرشون چی بودش؟ بسیار صحبت به هر حال به نظر من مفصل ترین و گسترده ترین توضیح رو در کتاب 100 سال کشاکش به صورت یک مجموعه پیوسته برخلاف آثار دیگرشون که به صورت مجموعه مصاحبه یا مجموعه مقاله است، خب 100 سال کشاکش بخش اولش با انقلاب در واقع بخش فکر میکنم سومش باشه که با انقلاب بهمن یا انقلاب، البته با این واژه انقلاب بهمن ایشون خیلی گرفتاری داشتن، خوششون نمیومد و غلط هم هست نظر من، بقول ایشون ماه و روز که اسم یک انقلاب رو تعیین نمیکنه. با انقلاب اسلامی در حقیقت انقلاب اسلامی رو یک نوعی به عبارتی شکست جامعه روشنفکری ایران در به دلیل گرفتاریش در ایدئولوژی های مختلف و اصولا عدم درکش از سیاست ارزیابی میکرد، اون رو به در نهایت شکست گسترده روشنفکری ایران میدونستن. و فقط البته روشنفکری، نه اینکه حالا چپ راست مذهبی ملی، و اگر خاطرتون باشه در همون سخنرانی داشتشون ایشون روی انقلاب باز مجدد روی انقلاب اسلامی تکیه کردن و خاطر ارزیابی ارائه دادن اونجا، بسیار عبارتهای زیبا و دقایق بسیار زیبایی آوردن که این انقلاب چی بود؟ حالا آیا شکست یک رژیمی بود که حالا رفته که طرفدارانش بیان بشینن دور قبرش مثلا گریه و زاری بکنن، یا مخالفینش بیان به پایکوبی و خوشحالی بپردازن؟ نه، این نبود. در واقع انقلاب اسلامی یک کاوس به معنای واقعی بود.
ما همه به معنای سرآمدان فکری، فرهنگی، اجتماعی، از هر ایدئولوژی، هر تفکری، از نظام، طرفداران نظام حکومتی و در واقع همه جوره خودمون رو به نمایش گذاشتیم و برهنه کردیم و از اون پس تنها ما میتونیم دوره سازندگی برای ایران رو آغاز بکنیم. ارزیابی کلی که میتونم تو چند جمله از به نقل از خود آقای همایون از انقلاب اسلامی بدم. خانم مدرس، آقای همایون وقتی جنبش سبز رخ داد و به حال بحث جهانی شد، به این جنبش خیلی علاقمند بودن. شدید. چرا؟ نه، من دلیلی نمیبینم که، یعنی سیر تفکر آقای همایون رو که دنبال بکنیم در واقع خیلی طبیعیه که با پیدایش جنبش سبز و مشخصاتی که این جنبش خودش ارائه داد، به طور منطقی، یعنی روند منطقی افکار آقای همایون به اینجا میرسید که از این جنبش دفاع بکنن. البته خب به این معنا نیست که آقای همایون از اول همین حرفی رو که سال 1389-88 گفتن، سال 1360 هم میگفتن، سال 1300 مثلا 70 هم میگفتن. طبیعتاً تفکر یک انسانی که در عمل همینجوری فکر میکنه و نظر ارائه میده و به واقعیت پایبنده، طبیعتاً توی پروسه تحولاتی پیدا میکنه. آقای همایون وقتی آثارشون و نوشته هاشون رو میخونین، در آغاز خروجشون از ایران تصورشون و تصور اولا این اصل کلی و اساسی بود، همونطور که گفتم ایران، روی ایران واسطه بودن، یعنی حاضر نبودن کوچکترین خدشه و صدمه‌ای به ایران وارد بشه، کوچکترین قطعی از ایران جدا بشه و نیروهای باقی مانده و کمرمق شده ایران زیر دست هر حکومتی هست آسیبی ببینه. آقای همایون در اتحاد با هیچ بیگانه ای علیه ایران هرگز وارد نشده. هرگز. من که الان دارم آثار سرمقاله های آیندگانشون رو مجدداً برای گذاشتن روی سامانهشون روی بنیاد تایپ میزنم میبینم. با هیچی جز فکری، جز در خدمت ایران هیچ فکر دیگه ای نداشتم. ایشون وقتی با انقلاب اسلامی مواجه شدن و اون از هم پاشیدگی درونی ایران رو باش روبرو شدن، وقتی به خارج اومدن، تصورشون بر این بود که این رژیم با این سیاست‌ها، با این افکار و با این فلسفه حکومتی جز آسیب به ایران چیز دیگه ای دستاورد دیگه نخواهد داشت. و در عمل هم خب چند دهه اول ما دیدیم چه وضعیتی برای ایران تو همین اواخر ایجاد کردن اینا. تصورشون بر این بود که به هر حال این رژیم دیر یا زود سرنگون خواهد شد و باید یه اتحادی به وجود بیاد با یک عنصری، عاملی یا به قول معروف نماد وحدتی که بشه اگر ایران به خطر افتاد به هر حال بتونن به عنوان جایگزین جمهوری اسلامی رفت بیاد و ایران رو بگیر و اوضاع برگرد و مثلا جلوی از همکاشیدگی نهایی ایران گرفته بشه. با این دست تفکر اومدن، خیلی هم تلاش کردن، با نیروهای سیاسی و اپوزیسیون نشستن، برخواستن، خیلی بحث کردن. بعد به تدریج در عمل دیدن مشکل این نیروی سیاسی در طبیعی که از میدان اصلی مبارزه هم به دور افتاده و تحولات دیگه جامعه هم دیگه تجربه نمی کنه، عملا خودش به عنصر خطر داره. اون نمادی رو که قرار بود نماد وحدت و نمیدونم اتحاد سیاسی باشه، خودش به عامل خطری برای ایران. البته خطر جدی هرگز نبودن، نیروهای خارجی کشور هرگز خطر جدی نبودن، مگر اینکه در واقع یک نیروی قدر قدرتی از کشورهای خارجی نیروهای اینا رو بسیج میکرد و اسلحه به دستشون میداد، اون وقت میتونستن اینا نقشی به عهده بگیرن، مثل چلبی در عراق و کارزار کردن و هر کشورهایی که الان شاهدش هستیم.
بعد به تدریج از این مرحله بعد نظر آقای همایون تغییر کرد، یواش یواش به تدریج، و دیدن باید اصول و مبانی دیگه رو اول توضیح بدن، فرهنگ سیاسی باید در ایران تغییر بکنه. در همین اسنا خب جنبش دو خردادی تو ایران به وجود اومد. آقای همایون با رهبری جنبش خرداد میونه نداشتن، حق هم داشتن، برای اینکه اون رهبری جز وظیفه به قول معروف چانه زنی بالا فشار پایین چهار دیگه ای به ذهنش نمی رسید، ابتکار عمل دیگه ای نداشت. ولی همون نیرو، همون جنبش عنصر مردم رو به عنوان مردم، به عنوان ملتی که آگاه شده به میدان کشید. از اون به بعد جمهوری اسلامی از این بلای مردم دیگه خلاص نشد. در واقع از همون زمان خود این نیروی که وارد میدان شده بود، و در کنار این در پرانتز بگم به نظر من همه ایرانیان وابستن به لحاظ عاطفی به سرزمینشون، به کشورشون، یه پارچگیش رو بهش علاقه‌مندن و کاری نمی‌کنن که به ایران صدمه وارد بشه. این میدان، این نیروی که با این وابستگی عاطفی وارد میدان سیاست شده بود، شروع کرد به پروروندن خودش. نسل‌ها عوض شدن، نسل‌های جدید، نگاه به اصلا گرایش، نگرش، همه چی تغییر کرد در ایران. و آقای همایون تحلیلگر همه این تغییرات بودن، مثل یک عنصری که اون بالا نشسته و همه اینا رو از بالا نگاه میکنه و زیر نده قول خودشون به تصویر سراسری نگاه میکردن ایشون. و همه این تغییرات رو در اوج خودش در جنبش سبز دیدن. یعنی جنبش سبز در حقیقت همه اون عناصری رو که سالها آقای همایون آرزو داشت که برای ایران به وجود بیاد، برای ملت به وجود بیاد، در بدنه و پیکر جامعه، در نسل‌های تحصیل، در اقشار تحصیل کردنش، در نسل‌های جوانش، در این جنبش سبز مشاهده کردن. طبیعتاً و با اون خطراتی که اون بی‌ربطی که متاسفانه اپوزیسیون خارج کشور گریبانش رو گرفته بود، تمام نیرو و امید خودشون رو به طور واقعی به نظر من منتقل کردن به ایران و هیچ تحولی رو دیگر مگر از داخل ایران برای ایشون قابل احتساب نبود. به این دلیل به این جنبش بسیار دلبسته بودن. آقای همایون درباره این که چرا وزیر شدن مطلبی بیانی در گفتگو با شما یا دیگران داشتن؟ بله، توی کتاب من و روزگارم اومده که ایشون در واقع اولا که خودشون دیگه تشخیص داده بودن، متوجه شده بودن که دیگه راهی جز رفتن به لایه‌های بالای قدرت براشون نمونده. یعنی نظرشون این بود که کار روزنامه نگاریشون، اون کاریر روزنامه نگاریشون به درجه و اهمیتی رسیده بود که طبیعتاً دیر یا زود باید برای کار بیشتری وارد دستگاه قدرت می شدن. و خب بعد پیشنهاد از سوی آقای آموزگار اومد، ایشون اولا نمی پذیرفتن، نمی خواستن بپذیرن، ولی بعد در واقع با اصرار ایشون و با مخالف، هرچند خانومشون رو بسیار مخالف بودن، وارد دستگاه دولت شد. خانم مدرسه، دو سه دقیقه وقت داریم هنوز. آقای همایون در اواخر حیاتشون در یکی از مقالات، در دو مقاله شون دو جمله گفتن که مایلم شما دربارش کوتاه نظری بیندازید. یک، هر گزیداری از حمله به ایران بهتر است. دو، یک ملیت بیشتر در ایران نمی شناسم. بله، به هر حال هر گزیداری حقیقتاً، یعنی دیگه این سخن آقای همایون در حقیقت متعلق به بعد از به طور ابتدا پوشیده دست 2003 مطرح شد، بعد به تدریج اوریان و اوریانتر و اوریانتر شد تا وقتی که خطر حمله نظامی به ایران به اوجش رسیده بود،
به صورت صریح و روشن گفتن که برای حفظ ایران، برای جلوگیری و هر حمله نظامی در مخالفت با هر حمله نظامی به ایران که به تجزیه ایران خواهد انجامید، به طور موقت هم که شده در کنار جمهوری اسلامی خواهم ایستاد. این آخرین موضع هایی بود که ایشون در حقیقت گرفتن و طبیعه، یعنی الان بعد از 2003، الان ما 2016 این، بعد از این یک دهمین تقریبا، با وضعیتی که از کشورهای همسایه ایران مشاهده میکنیم، به نظر من باید به روشنبیری آقای همایون احسن گفت. حقیقتا هر حمله ای از بیرون به ایران همین سرنوشتی رو دچار ایران میکرد که ما امروز در کشورهای همسایه ایران، در افغانستان، در عراق، در سوریه، در لیبی شاهدش هستیم و ایران چیزی ازش باقی نمیموند و آقای همایون حق داشتن در این موضوع و خیلی پیش از خیلی نیروهای روشنفکری سیاسی ایران این مسئله رو دیده بودن و هشدار به موقع دادن و بسیار بسیار ارزشمند بود هشدار ایشون و به نظر من اغراق نخواهد بود اگر ما بگیم که ذهن و فکر بسیاری از ایرانیان از سرآمدان کشور حتی کسانی در قدرت رو تکون داد. خیلی ممنونم از شما سرکار خانم مدرس، مدیر و سردبیر یک نشریه بسیار ممتاز، ماهنامه تلاش. ماهنامه است دیگه، درست میگم؟ من یه توضیح اگه فرصتی داشته باشیم کوتاه بدم. نشریه یعنی فصلنامه تلاش فصلنامه. در حقیقت بله، بعد از یک سال بعد از درگذشت آقای همایون و شروع کار بنیاد داریوش همایون متوقف شد کارش. طبیعی هم هست، زندگی و روزگار بیش از این اجازه نمیده. ما باید خودمون رو متمرکز میکردیم روی گردآوری آثار ایشون و این کار بسیار بسیار ارزشمندی از نظر خودمون. البته دادن یه نشریه هم بسیار ارزشمنده، ولی ما تعهد کردیم که آثار ایشون رو گردآوری کنیم و به تدریج منتشر کنیم و متاسفانه این باید به ضرر تلاش تموم میشد. فصل نامه تلاش منتشر نمیشه و ما همه نیرومون رو روی آثار آقای همایون متمرکز کردیم. ولی شما مشهورید به مدیریت تلاش. خیلی ممنونم ازتون، امیدوارم که موفق باشید و بنیاد داریوش همایون هرچه بیشتر گسترش یابد. و خیلی از شما ممنونم آقای بحری. حقیقتا من از شما سپاسگزارم. یکی از یاران وفادار آقای همایون شما بودید. من به دوستان توصیه میکنم به این کتاب یک زندگانی و پرسش‌های بیشمار برن، ببینن که شما چقدر تلاش کردید و این امکان رو فراهم کردید که صدای آقای همایون به گوش افراد بسیاری برسه، ایرانیان بسیاری برسه، از طریق رادیو صدای ایران. خیلی ممنونم ازتون. شما. خیلی شب و روز شما خوش و همچنین شب و روز همیهنانی که به این برنامه توجه فرمودند. با سپاس از کارگردان برنامه آقای بهروز خان و با بار دیگر با آرزوی بهترین ها برای همه. شب و روز خوش.